22 روز آبان ماه برابر با 13 نوامبر سال 1210 خورشیدی برابر با 1831 میلادی، زادروز جیمز کلارک ماکسول، فیزیکدان انگلیسی و بنیانگذار قوانین نور و الکتریسیته که در شهر ادینبرو در اسکاتلند به دنیا آمد و تحصیلات مقدماتیش را در آن شهر آغاز نمود. ماکسول مقاله‌ای در باب روش ترسیم منحنی‌های بیضوی کامل به انجمن سلطنتی ادینبرو تقدیم کرد. این رساله به حدی کامل، جامع و مهم بود که عده‌ای حاضر به قبول این واقعیت نبودند و باور نمی‌کردند که نوجوانی 15 ساله مبتکر چنین طرحی باشد. او در 16 سالگی برای ادامه تحصیل وارد دانشگاه شد و در نتیجه آشنایی با فیزیکدانان بزرگ اسکاتلند به پدیده‌های نوری و فیزیک علاقه‌مند گردید. وی با راهنمایی استادش مایکل فارادی دریافت که امواج نورانی و الکترومغناطیسی در حقیقت چیز واحدی هستند. وقتی چند سال بعد این نظریه تایید شد، ماکسول بار دیگر به مطالعه و تفکر در این زمینه پرداخت و رساله دوره الکتریسیته و مغناطیس را منتشر کرد. سال 1287 خورشیدی برابر با 1908 میلادی، اجتماع بزرگ مردم تهران برای تعیین سرنوشت مشروطه در مقر محمد علی شاه قاجار. شیخ فضل الله فریاد برآورد مشروطه با شریعت سازگار نیست و تلگراف هایی را که از طرف بعضی از روحانیون شهرها در مخالفت با مشروطه غیر مشروع رسیده بود قرائت کرد. سرانجام نامه‌ای به شاه نوشته و از شاه خواست که از مشروطه صرف نظر نماید. سال 1373 خورشیدی برابر با 1994 میلادی، در گذشت مهرداد بهار، فرزند ملک الشعرا محمد تقی بهار، شاعر و سخنور معاصر. او در جوانی وارد عرصه سیاست شد و به حزب توده پیوست. در سالهای بعد به عنوان یکی از دانشجویان فعال دانشکده ادبیات دانشگاه تهران مسئول بخش تشکیلات سازمان دانشجویان شد. مهرداد بهار کمی پس از آن به اتفاق دوستانش بر اعضای شورای عالی دانشگاه شورید که به اخراج او از دانشگاه انجامید. در این حال و پس از مرگ پدرش راهی زندان شد و بعد از آزادی بار دیگر به فعالیت سیاسی پرداخت و 2 بار دستگیر و زندانی شد. مهرداد بهار چندی بعد به انگلستان رفت و در دانشگاه لندن نخستین فدراسیون دانشجویان مبارز علیه حکومت ایران را بنیان نهاد و به رهبری آن رسید. در آن هنگام حزب توده بر آن بود که چپ‌ها را از جبهه ملی جدا کند. بهار و برخی از اعضای رهبری کنفدراسیون از دستور رهبری حزب سرباز زدند که این منجر به اخراج او از حزب توده گردید. به همین دلیل به کلی دست از سیاست کشید و به ایران مراجعت کرد و به پژوهش فرهنگ ایران باستان پرداخت. مهرداد بهار سالها در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و چند دانشکده دیگر به تدریس پرداخت. اساطیر ایران، رستم و سهراب، سخنی چند درباره شاهنامه، ادبیات مانوی و تخت جمشید از جمله آثار او به شمار می آیند.